نمیدونم جنس از کجا میخواد بیاره، بره رو کشتی بیاد بندر شهید رجایی خالی شه، ترخیص شه از بندر، بیاد بره پشت کار، خودش یه پروسه بسیار طولانی میشه. پس این پروژه هایی که داره اینقدر سریع سود بهره رو پرداخت میکنه، ببخشید وام رو داره پرداخت میکنه در قالب دیفالت، خیلی میتونه جذابیت داشته باشه. داره میگه باز هم این روی پلتفرم اتریوم داره این اتفاق میفته. هفتمین دلیلی که داشته میگه 22 میلیارد استیبل کوین داره روی یعنی پشت بیت اومده، پشت اتر اومده کشیدش بالا و توی اتر وجود داره، که این مبلغ در سال گذشته 20 میلیارد دلار بوده و این نشون میده که چه پولی از این استیبل کوین ها. ببین استیبل کوین چی بود؟ تعریفی که با هم داشتیم اومده این پول پارک شده میمونه تو کارگزاری ها، طرف نشسته دست رو ماشین منتظر خرید. چرا؟ چون اومده مثلا سهم ایکس خریده رسیده به آنجا شناسایی سود کرده اومده نشسته، پولش هم از کارگزاری نمیکشه بیاره تو حساب شخصیش، میذاره اون تو باشه که به لحظه اون چیزی که میخواد خرید انجام بده. عددهای بزرگ هم میدونید دیگه مدل خریدش متفاوته با اینی که بیاد پشت سیستم بشینه تق 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 بخواد اوردر بذاره. و میگه این میزان پول یعنی 20 میلیارد دلار اومده پشت اتر و یه همچین رشدی کرده. خب این هم به عنوان هفتمین دلیل این ونچر کپیتال برای ارزندگیه. و این از همه قشنگتره، میگه که مانثلی ببین دکس چی بود؟ دیسنترال اکسچنج بود دیگه، مدل های صرافی ها رو با هم داشتیم میدیدیم. اگر فراموش کردیم نگران نباشین، چون شما توی دوره 8 جلسه ای بمباران اطلاعاتی شدید و کلی واژه بهتون منتقل شده، باید زمان ببره اینا تو ذهنتون بمونه و فقط و فقط و فقط با خوندن، مرور کردن و عملیاتی کار کردن، درگیر این چیزا شدن بهتون این چیزا تو ذهن خواهد موند. و میگه که تو این عرض شود که دیسنترال اکسچنج ها بیش از 30 میلیارد دلار تا 50 میلیارد دلار پول پارک شده اومده، قرار گرفته که قسمتی از اینها مربوط به پروژه های چه هستن؟ دیفای هستن. و این یک واقعا خطری برای سیفای، که تعریف سیفای میشه سنترالایزد فایننس. نمونه هاشو که نگاه میکنید ببینید، از من موسو دارم تو صفحه میچرخونم، از جولای 2020 یه دفعه این عدد قابل توجه رشد کرده و این جای فکر وجود داره. یادم هست تو درس بازاریابی احتمالا شما هم قطعا با این واژه برخورد کردین، یه دیاموند پورتر هست، الماس پورتر، که میگه شما اگر در مرکز یه شرکتی قرار دارین، یک سری تازه واردها میان ازت سهم میگیرن تو بازار. تازه وارده میاد نگاه میکنه نقاط ضعف و قوت رقبا رو بررسی میکنه و دقیقا دست میذاره رو نقطه ضعف رقبا و میاد از اونجا شروع میکنه کار کردن. تو همین صنعت بانکداری شرکت های تولید کننده سخت افزار، نرم افزار، بارها بارها شاهد این بودیم که شرکت های کوچیک و تازه وارد اومدن مثلا رو حوزه سخت افزاری سهم قابل توجهی از شرکت های قدیمی و بزرگ بازار گرفتن. و اینکه بعضا میبینید که بعضی این شرکت های بزرگ دارن یه مسیر نامطلوبی رو طی میکنن، فارغ از دلایل این اتفاق، میخوام بهتون بگم این پورتر توی حوزه بازاریابی داشت اینو مطرح میکرد. این رو اگر وام بگیریم از پورتر، میایم مپش میکنیم تو حوزه کریپتوکارنسی، میبینیم پروژه های دیفای، طرحهای دیفای، دیسنترالایز فایننس داره میاد یواش یواش یه حجم قابل توجه از منابع مالی که از بانک اومده رفته تو کریپتوکارنسی رو در خودش جذب میکنه به عنوان روش های تأمین مالی. حالا اون پروژه های دیفای چجوری از این پوله دارن استفاده میکنن؟ اشاره شد که اینا میان رو پلتفرم های مختلف برای چی کردن؟ سریع توسعه دادن شبکه ها و پلتفرم هاشون استفاده میکنن. کما اینکه شب گذشته 6666
666666 شومین بلاک بیت کوین استخراج شد. و جالب این که توی این یه پیامی از انجیل گذاشته بود که مثلا بدی نکنید و جواب بدی رو با خوبی بدین تا بدی از بین بره. میدونید که توی هر کدوم از این بلاک ها میتونن اون کسی که این بلاک رو استخراج کرده یه دونه پیام بذاره و این پیام رو انتقال بده. و از همه جالبتر بلاک های توی بیت کوین هر چند دقیقه یه بار استخراج میشد. کسی یادش هست اصلا جلسه اولو؟ هر چند دقیقه یک بار. به 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 به، آقا خیلی کیف کردم، عالی بود عالی بود، من واقعا کیف کردم. معلومه دوستان حسابی رفتن خوندن. هر 10 دقیقه یه بار بوده، ولی دیشدیه که روی این بلاک خاصه، این یه اصطلاح خاصی هم داره، این 666666 شومی، بخاطر این دو تا تریپل 6 داره، تریپل 6 داره به قول دوستان، یک بله بله عدد طبیعت یه چیز اینجوری داره. 3 دقیقه این اتفاق افتاده. چرا؟ چون رقابت بین ماینرها بالا بوده که میخواسته یه ماینری به نام خودش ثبت بکنه، پس تمام ریسورس رو گذاشتن، همه هم سریع سعی کردن که اپروف کنن که به نام خودشون بیفته و حالا به نام یه کسی افتاده، اون پیام هم درش قرار داده. و این نکات رو باید در نظر داشت که ببینید اون تخمین 2140 برای آخرین بلوک بیت کوین یک روش خطی بوده. یه اتفاقات اینجوری که توش میفته میتونه این زمان رو کوتاه‌ترش هم بکنه، و اگر این اتفاق کوتاه‌تر بشه مطمئن باشه این قیمت 30,000 و 40,000 و اینا اصلا شوخیه. مثل قیمت‌های 10 دلار و 1 دلار و 50 دلار و 100 دلار و 500 دلار بیت کوین که الان شما بهش میخندید. حالا دیگه من اون تیکه‌ای که خانم هاشمی دارن مینویسن من خیلی باش کاری ندارم. به هر حال بله، شاید اینطوری که شما میفهمید باشه. دلیل نهم میگه بیش از 20 میلیارد توی این طرحهای وامدهی دیپوزیت شده توی پروتکل‌های وامدهی، و اینکه حدود 4 میلیارد ازش خارج شده، و این نشون میده که این تبدیل شده به یه جای عجیب و غریب برای این پروژه ها، چون میدونید که این پولا رو میگیرن از اونورم میتونن وام بدن که حالا بحثای خاص خودشو دارن. دلیل دهم اینو حتما من توصیه میکنم، البته مربوط به دورهای بعدی میشه، ولی خب اینو گوشه ذهنتون داشته باشین که اکسچنج فلو برای شما مهمه روی کریپتوهای مختلف. وقتی که میگه اینکامینگ و آوت گوینگ مفهوم داره. ببینید یه بار اشاره کردم وقتی پولی که میاد تو اکسچنج ها، توی صرافی ها، پول منظورم ارز دیجیتاله، بهتر بگم ارز دیجیتالی مثل اتر، مثل بیت، مثل بیت کش، مثل کاردانو، مثل مونرو و و و، وقتی که میاد تو صرافی آماده است برای فروش، و وقتی که از صرافی خارج میشه میره کیف پول، یعنی اینکه فعلا کسی برنامه فروش نداره. قیمت این بازار رو عرضه و تقاضا مشخص میکنه، و وقتی که این ترید آف به نفع آت گوینگ، یعنی رفته بیرون، رفته تو کیف پول، میره دیگه جای دیگه که نمیره که، یا میره تو این پروژه های دیفای که بالاتر دیدین، میره اونجا دیپوزیت میشه، این یعنی این که این عرضه و تقاضا رو تو بازار داره به سمت تقاضا میبره، و این که قیمت میتونه رشد بکنه. این دلیل دهم. و دلیل 11 هم همونطور که میبینید میگه 2.57 میلیون اتریوم، میلیون دلار اتریوم سنت شده روی پروژه اتریوم 2، دیپوزیت شده روی اون، و این شکل به تنهایی نشون میده که به قول معروف یه مارکت کپ بسیار خوبی میتونیم برای اتر متصور باشیم، و این میتونه یک رشد بسیار بسیار زیادی رو داشته باشه. خب توی این 11 تا اسلایدی که این در این 11 تا اسلایدی که ما با هم دیدیم، آیا دوستان چیزی شبیه این تحلیل تکنیکال دیدن؟ یه بار دیگه، آیا در این 11 تا عکسی که اینجا ما با هم دیدیم که تحلیل یک ونچر کپیتاله، من حالا نمیگم جدیش بگیرین یا نه، اصلا کاری به اتر ندارم، آیا چیزی شبیه این تحلیل تکنیکال، این خط و نمیدونم روند و اینا بود؟ قاعدتا جواب نه، کاملا
اصلا مدلش متفاوت بود. بحث من به عنوان کسی که تو این بازار فعالیت میکنه میگم ببینید، تحلیلگر تکنیکالیست، من اتفاقا امروز یه جستجوی هم کردم تحلیل پیشرفته، چون من دو تا دوره رو فعالش کردم روی ای سمینار، دوره بعدی که گفتم از 12 شروع میشه و روی تحلیل پیشرفته، تحلیل دوره پیشرفته تحلیلگری و معامله گری توی حوزه کریپتوکارنسی، میخوام به این چیزا بپردازم. نمونه هاشم نوشتم، سرفصلش هم گفتم. ببینید تکنیکالیستا اعتقادشون اینه که تمام تأثیر وقایع در قیمته، کارشون حرفشون هم کاملا درسته، من خودم هم از این روش استفاده میکنم. اما میگم تو کریپتوکارنسی یه چیزای دیگه هم هست، با کسی هم جنگ و دعوا ندارم، نمیخوام چیز خاصی رو به کسی ثابت بکنم، من نظرمو دارم میگم، دارم تحلیل شرکتای بزرگو به شما، وینچر کپیتالا، اونم تو بازار بین المللی کم شرکتایی نیستن، شرکتای خیلی قوی هن. و متاسفانه همین الان روی همین نمودار من بزنم، روی این توییتر اسپنسر نون بزنم، مثلا اسکرول کنم بیام پایین ببینید، میخوام آها این دونه آنالیست آنالیتیکس متاسفانه رو آی پی ایران بسته است. دیتا من با چیز چکش کردم، دیتا خیلی خوبی هم داره میده، حتی فرصت استخدامی شدن معرفی کرده، حالا چه برنامه‌نویسی میخواد، اینا شرکت گردن کلفتی هستند. خب این بلد نیست که تحلیل تکنیکال کار کنه، چرا اومده روی این فاکتورها داره میگه من بر اساس این فاکتورها پیش بینی میکنم در آینده نزدیک، یعنی اینکه تا اینجا بیت کوین اتریوم رشدی نکرده، هر چی اومده با پای خودش اومده و از اینجا به بعد اگر اون کله گنده ها بیان، چون من چند وقت پیش فکر میکنم تو ابتدای این دوره بود یا دوره قبلی بود، داشتم به این دوستان میگفتم که یه جا خوندم پیش بینی 20000 دلاری برای یک واحد اتر، الان چقدره؟ آقای مهندس نوشته بود 1200 تا دیگه، خود من جا خورد.